آقای عبدالله نگفتین که کشکش چون موی عمل دستی عمل جنرال مقیم سید در رابطه به لوبیایی معلومات نداره ما امروز آمدیم که به کندن خرد بسیار خوب میروانی ما هنوز نفر کار داریم شیرین خرد بوده سوال بازم جای شما دوستا خالی با سلام و درود خدمت شما بیننده های عزیز آینه خلم دوستا و بیننده ها شما بازار خربوزه تاشقرغان را دیدین ما امروز سر پلک خربوزه آمدیم با یک از زمینداری که در این منطقه خیلی زحمت کشیدن با اونا میخواییم مصاحبه داشته باشیم ناگفته نمانه که ما هم دیگه پیش از این که بریم سر پلک آمدیم این خربوزه را در این چشمه آب انداختیم تا اینکه یخ بکنه و بخیر باز دیگه پیش چشم شما بیننده ها اینا را بکشیم انشاءالله در ادامه گزارش با ما باشین گزارش خوب و جالب خواهیم داشت از کشت خربوزه تربوز و دیگر چیزایی که در دشت کشت میشه کسایی که نظریات انتقادات پیشنهادات دارن میشه در کامنت برنامه ما بفرستن انشاءالله ما کوشش میکنیم انتقادشان را بگیریم و خود در برنامه هایی که داریم اصلاح سازی شد نگفته نمونه گزارشگر نصرت الله اسمتی نژاد است محل گزارش ما منطقه شش فیکال یعنی دشت شش فیکال است ولسوالی خلم سرطان 1402 است با ما در ادامه گزارش همراه باشید های عزیزی آینه خلم در کنار ما یکی از زمیندارهای منطقه هستند با اینا معرفی میشیم سلام علیکم علیکم السلام سلام احترام ما در بلای مقیم یکی از باقی یکی از سوال خلمی جوی شش پیکال ماشاءالله آقای مقیم خوب هستین شکر فضل احسان خدا شما خوب هستین اداره بخیر دیر کردین سلامت باشین بخیر باشین ما امروز آمدیم که به کندن خربوزه باشیم بسیار خوب میروانی ما هنوز نفر کار داریم در کندن و در کشیدن خربوزه ضرورت داریم که نفر باشه شما کامدین قدمایتون سر چشمای ما سلامت باشین بخیر باشین این ما یک مزاق کردم شما دفتن می کندن و کشیدن یه مشکل نداره دیگه مزاق هر کسی که آمد گفته که اونده یه کنده و گفته که اونده که بری بسیار مزی خوب داره بلی اگر در حساب کشیدن باشه بود چند تره ما زورو میرسیده باشه من زورم در خودم معلوم است مقصد هر چی قدر که زورتون میرسه همون قدر ببرین مقصد من تربوز از یک تا دو تا گرفته نمیکنم خیلی خربوزه را من همچنان فکر کنم اون یک تا میشه خربوزه کلان است انشالله که در ادامه ما میریم تصویر از خربوزه تربوز یازی هست هست خوب است این زمین ها رو که دیدیم ماشاءالله خیلی سرسبز معلوم میشه اینجا شما نیال هم داریم بله نیال یک سال پیش کشت کرده بودیم این نیال ها پیوند
هندی است. دو رقم بادام است، یکی ستاربایی است، یکی قنبری. ولی داشته باشه میگین؟ بله داره. بریم ببینیم از باداماش. میریم باداماش رو میبینیم، یک طعم بادامش رو میبینیم، تلخ است شیرین. اگر نه ستاربایی در کجا تلخ است؟ گپ دیگه. آی ماشاءالله. خیلی قنبری شد. خوش. یارا نشیندین شما؟ نه تا بالا نشیندیم، بیکارم نیستیم، دستیم هم نمیرسه، دیقانو ایم هم رفت خانه. خب دیقانو رفت خانه و شما نمیتونید که این اصلا خربوزه بانه میشه که آدم موضوعات های دیگر هم بفهمه. دوستای و بیننده ها تصویروردار نازنین یک کمی پیش بین از این بادام هم ببینن، بادام قنبری است، یکی از بادام های خیلی خوب طعم شیرین داره. یک دانش بخوریم. انشالله بخیر. فصل بادام چینی هم است، ما یک گزارش بادام هم خواهیم داشت. بیشتر میریم ستار بایرم است. خب ستار بایرم دارن. بله این پیواندوی خود دان است. بله این پیواندوی یعنی پیواندوی بلکوال خلم است. خب بله یعنی پیواندچی ها علایده هستن، این را پیواندش پیسه میگیرن. بله فی دانه چار افغانی. فی دانه چار افغانی ها؟ بله پیواند میکنن. خب تخمین 3,500 نیال است. 12,000 بیشتر یا کمتر پولی پیوند شده. 12,000 افغانی ها؟ دیگه اوج نیال هایی به سمر رسیدگی هم داریم. خب ماشاءالله در اون بین های زمین هست. بله ها. خب سطور بایش گیریم که قنبری ما خلاص شد. نیکی ساتور بایی تو نوکه کم جان است. یک در اگر مشکلی خمابی است، یک در اگر بخاطر یه پلک آب از زیافتر در پلک ماندیم، بخاطر یک پالیز در آب زیاف ضرورت داره. حالی پچه هست نیال است دیگه. نیال است ها. بخیر سوال شوه که ما بیم یک جل ساتور بایی نمیشیم. دوستان و بیننده های عزیز، ما خربوزه امیری برگینه است که فعلا کمی خاک در روی شیشته و بالاش هم یک کلوخ ماندن به خاطر از اینکه تخمی است. تخمی از زیر سال آینده بخیر کشت میکنن، البته کشتی پگهی. عبدالله خان مقیم، در رابطه به اینکه خربوزه چی وقت کنده میشه؟ اگر در این وقت روز کنده شود این پلکایش به نقص نداره؟ خربوزه یکی صبحی وقت بکنی خوب است، در پلک ضرر نمیکنه، یکی بیگایی و دیگه دیقان زیافتر بیگا و صبح میکنه. بله مثلا میگن که شب هم این خربوزه کنده میشه؟ مشکل نداره، سرد باشه مشکل نداره. این اگر از طرف شب کنده شد چی رقم پیدا میکنی شما در این؟ ما که هستیم دقان ها که هست فقط 5 بجی بگا الا 5.5 بجی بگا داخل پلک داخل میشن، داخل جویه. اما خربوزایی که پخته شده او را
راست میکنن، طرفش روخش طرف جویه. طوری مثال نمین خربوزه پخته شده؟ این خربوزه پخته، این روخش این رقم. خب شکتان والا. بله این رقم روخش طرف جویه میکنن. تخمینی یعنی مثلا 2 زرنج یا 3 زرنج. باز 2 بجه شو 2 نیم بجه شو دمو تایمی که زرنج میه یا موتر میه باید دیخون میفهمه که نمی خربوزه از گروپ در پیشانیش است. اینا فقط چنده میره دو نفر میکشه و در زرنج بار میکنه در بازار عرضه میکنه. بسیار خوب. یک زرنج چند خربوزه است؟ یک زرنج متفاوت از دیگه از 50 55 الی 80. 80 دونه خرد. بله. 5000 5500 افغانی قیمتش هم است. بله یک وقت اولا خوب بود که خربوزه کم بود 5 نیم 6 5 خرید داشت. ولی خربوزه زیاد شده و یک ذره بازاریابی نیست، ارزان است، 2.5 3.5 بالا نمیخره. بسیار خوب. اگر شما ایره چی رقم میکنین؟ دستانو بند میکنین؟ نه ایره ما که چاقو میکنیم که پلک ضرر نبینه. خیر ای تو دستانو در بغل جیبتون خواه چاقو میکشید؟ بله ایره ما که چاقو میکنیم که پلک ضرر نبینه. پلک ضرر نبینه. بسیار خوبش. ای ماشاءالله. اینا خو موز نقص از یارم نمیکنیم، پلک ضرر نمینه گفته، برگی نه کندیم بخیره. نه نام خدا از زیر پلک دیگه شای میبرم دیگه. بله این که از همی توفان ها که هست بسیار همی پلک ها را بسیار ضرر رسانده در پلک. راست میگنه همی سال بسیار توفان شد، یکی به اندازه منم تخمین 4-5 روز شده که یک رقم میگرده. یک رقم طوفان است. بله طوفان است. این را باز پلکش چپ میکنه چی رقم میکنه؟ پلکش چپ میکنه، پلکش تو رشد کردن نمو کردن نمیمونه. و هر طوفانی که میکنه مجبور است که دمی آب باشه. این را طوفان که کرد هم پلک ضعیف میشه و هم جویش خشک میشه و باید پوشبندی از اگه این روز طوفان میکنه باید صبح در جوی از آب الا کنی. ولی خربوزه پخته شده بود که اینا شما؟ بله پخته شده. خب بله آی پخته است که رنگ آورده نمی خود زرد کرد پخته است. پخته شده دیگه. بله ولی چاقو را خود کندنش استفاده کردین در کشتنش هم از این چاقو استفاده؟ بله بله اونجا بخیر دل ما سیاست ان شاء الله. خیلی میره ماش داشته بخیر. های عزیز در کنار ما گفتیم پیشتر که زمیندار محل هستن، در رابطه با پلک ها بگوین ماشاءالله خیلی طاقم است. نظر در این که میگن برآمدن خربوزه تقریبا چقدر وقت شده که خربوزه با بازار عرضه شده؟ تخمین خربوزه در بازار عرضه شده نید یک ماه شده. یک ماه؟ بله. یعنی امروز 16 سرطان است؟ بله 16 سرطان بازار عرضه شده بود. جوزا شد؟ جوزا بله جوزا گیش. بعد از جوزا بعد از سرطان باز بی پلاستیکیش در پشمند. چی رقم خرد؟ بودم همین امیری هست، همین برگینه یک امیری میگن برگینه میگن و بی پلاستیک هست و کس پسان کشت میشه و عمل کشت میشه. عمل کشت یعنی او را کشت میگن؟ بله او را کشت میگن. ای را پگهی میگن؟ اونجا داریم نمونه شاست. ایره پگهی میگن؟ بله ایره کشتی پگهی میگن. ایره کشتی پگهی میگن؟ اورا کشتی بگن. بله آه کشتی ما خدا کنه میگن کشتی چاشتی سفر. این خرب این چی است؟ زامورچه هست. زامورچه چی رقمی هستی؟ ایره به نام زامورچه کابلی میگن. بیشه که تانو هم تو رنگدار پخته میشه، ایره زرد نمیشه. خوش هم تو کبود پخته میشه؟ آه یه هم کابلی میگن. همون هم کابلی هست؟ بله های 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 همون تو کبود پخته میشه. خب میریم از جور جناب مقیم صاحب در رابطه به این لوبیایی معلومات ندادین؟ لوبیایی معلومات شمی که لوبیایی یا خربوزی بسیار بامزه بسیار بالعزیز دیگه در نظر دیگر خربوزایی را بسیار مردم خوش میکنه. امیره؟ بله خوب خوب خربوزه است. متاسفانه که یک ذره دیقانکارای ولسوالی خود مازی کم کشت میکنه. چرا کم کشت میکنه؟ دلیلش خرید نداره؟ دلیلش خرید داره، یک ذره خوش نمیکنه بعضی زمین ها خوش نمیکنه. خوب فعلا همی که در بازار که عرضه میشه و در بازار ما
مردم خلم که زیافتر رواج شده یک خربوزی امیری است. امیری ایره مردم میکارن به خاطر یک ده پلک 20 پلک به خاطر یک خوردنی یک یار و دوست مثل شما بری. بله خیر بینه. ولی شما کی گفتید؟ یعنی ما رو تبخوش کردین به خدا. یعنی تخمی ما گفتم به خیالی. خب. بله تخمی بود. خب. نه خیر از تخمی اگر باشه شما اینو نکنید. نه میکنیم و تخمیشو میگیریم. خب. شما کی اومدین؟ شما ضیاف نیست. خب تشکر خیر بینه سلامت باشین. با چاقوره میکشید؟ خیر فقط که چاپکو. خب. تا وقتی که خودی پلک قاق میشه. که چاپکو. آبش هم خشک میشه دیگه آب نمیدیم. بود وقت اگر مایده خربوزه داشت که دیس میکنیم وقتی که پلاگ آبود است زودتر کنیم که دل ما جمع شد. ای خنده شد آخر. اینه دوستای عزیز دیگه بخیر یک قدر خربوزه را کندیم با خدا این را خورده نیشه گوین یکشا میخوریم نیشه خورده نتانی هم تو باشه یکشا بخوریم نه بود میگن خوردن خوردن برده نیش بسال برست نه این گپونیز باییم سعیس کشتی بابای دیخون است کشتی بابای دیخون است یعنی ولی در نظر شما فکر میکنین که همین خربوزه بله. همین پالز هیچ خربوزه نداره معلوم نمیشه در نظرتون در چشمتون نمیخوره داخل همی اگر در پالدن داخل شوین تخمین دو زرنج خربوزه پیدا میکنین دو زرنجه؟ بله آه ماشاءالله انشاءالله بخیر ایتو دلجمی ما رو دادین زرنج هم گرفته میم یک روز هیچ مشکل نداره خیر سلامت باشین شوخی میکنیم دوستا در ادامه ما رو همراه باشین بیننده های عزیز با جناب مقیم صاحب رفتیم سر دشت دیدیم خربوزایی که خیلی به طبع دل ما بود اونها گرفتن آوردیم به خیر خربوزا را میکشیم پیش از اینکه خربوزا را بکشیم یک روب از این پتک اجازه است بزنیم اجازه میره بانید این آبی پتک دشت هم دیگه شای است بله ها دیگه نمی دشت نمی پتک خوش بله ها اینجا یخچال نیست فلزر نیست نمی آب پتک است فقط اگر دیقان است اگر میمان است از این استفاده کده میره خوش. لیکن آبش هم بیتو آبی دیگه بله ها پاک است خب یخ بوده خب بیاین دیگه بخیر خربوزا را کار داده گلونش مونین استاد حکیمی شما کدومش را میل دارین که بخیر بکشین هر کدومش که باشه عبدالله خان هم بکشه شما هم بکشین قد میدان در خربوزا میتیم دیگه بسم الله شما به این تربوز چه بکنین عبدالله خان مقیم همون چاقویتان یک لطف کنین خربوزی امیری که میتو سیب چی میگن؟ بح بح شیر و شکر بر آمده این نکیم بله ها دوری دویش هست دوری دویش هست ها؟ بله ها یکی هست باز اولش چیز خوب سختر میه یه هم در قیام برسه که سرخ میشه یه هم دوری دویش هست یعنی از جمله از اون کشکی هاست میگین؟ بله ها ایره نه پلکش خب پلاستیکی هست خوش پلکش پلاستیکی هست با ایره یک دفعه که تربوز انداخت با اون تربوز اولیش که چندی با دوباره تربوز مندازه باید ایره کم رنگ میه خیلی خوب ها ولی ما ایران هستیم که از کدام ازی شروع کنیم بخیر بسم الله الرحمن الرحیم از این شروع کنیم
این طرف تربوز و اصول هم خربوزه، روی کدام از این بسیار شیرینی میکنه به خاطر روی همه گیش. باز هم ایش کده لوبیایی روی شیرینی میکنه. آمانا اینجا یک بازاریابی کرده در لوبیایی. استاد حکیمی، وظیفه شما همین منطقه است، همین نزدیکا است؟ بله ها استاد جان، وظیفه ما هم در غازی آباد همونجا معلم است. گفته تاش قربانی ها که هر روز که تیر شدن سری پلاکو یک چکر خدا میزنیم. بله ها، خدا رو شکر، خداوند دوستا رو داشته باشه. آمین. دوستا از اون برگینه است. برگینه ها مزیش هم میفهمین، اما کسایی که بیرون از کشور هستن ما را ببخشن، ما میخوریم اونا میبینن. خب شیرین خربوزه است. اولا ما در خربوزه بسیار زحمت هم کشیدیم، اگرچند که قهر زمیندار میگه که زحمت ما میکشیم، گپ از اینا میزنن. ما رفتیم دیدیم کندیم آنجا آوردیم، خداوند خیر بده مقیم صاحب کندن، ما گرفته آوردیم. اگر نه آوردنش هم کسی دیگه کرد، خب بیاین خیر. بازم جای شما دوستا خالی. دوستا و بیننده های عزیز آینه خول، این بود داشته های ما از سیر و سفر دشت در منطقه دشت های شش فیکال ولسوالی خول. امید است شما از داشته های ما لذت برده باشین. تا دیداری بعد شما را به الله متعال میسپاریم. نگفته نمونه چینل یوتیوب آینه خول من لایک سبسکرایب بکنین. از دیدگاه نظریاتتان ما را فراموش نکنین. نظریات انتقادات شما باعث پیشرفت برنامه های ما میشه. تا دیداری بعد، خداوند حافظ و ناصر شما.